که اندخ به آغوشش رفت. بعد از بوسیدنش به طرف ماشین رفت و دور تا دور ماشین رو نگاه کرد. خبری از تصادف نبود. کمی خیالش راحت شد. اما پس مادرش، عزیز جون و مادر جون کجان؟ فکرشو به خان گفت. خان با حالتی ناراحت ادامه داد: میگم بابا، بریم تو. کیاندخ برای اولین بار تو تمام زندگیش فریاد زد: خان بابا الان بگو مادرم کجاست؟ خان که تعجب کرده بود همونجا ایستاد و به طرف دخترش برگشت. با صدای فریاد کیاندخ همه به پشت پنجره اومدن، اما کسی جرأت نداشت بیرون بره. فقط آقا جون به طرف حیاط اومد و همونجا ایستاد. خان روش رو به طرف دخترش کرد و گفت: بیا بابا میگم. کیاندخ اما نمیتونست، گفت: اینجا بگید، الان بگید، من دارم سکته میکنم خان بابا، همه اومدن اینجا بیخبر، خاله میگه اتفاق میفته، آقا جون میگه پیش میاد، شما تنها اومدی، میگم الان بگو، من طاقت ندارم دیگه. خان گفت: بیا بهت میگم، بیا بریم تو، چیزی نیست، به جون تو، بیا بریم. کیاندخ با جمله آخر دلش قرص شد. خان جون اونو قسم خورد، قسمی که هرگز نمیخورد. شاید این اولین بار بود که این قسم رو به زبون آورده بود. خان بابا جون چشمام، خانم جون حالش خوبه؟ خان مکسی کرد و گفت: به چشمات قسم خوبه، بیا بابا. کیاندخ به طرفش رفت، با هم راهی خونه شدن. خان با همه سلام علیک کرد. کیاندخ فهمید که حتی سلام علیکم با همیشه فرق داره. نزدیک خان ایستاد و گفت: اومدین تو خان بابا، خانم جانم کجاست؟ تلفنش چرا دست شماست؟ خان نشست و به کیاندخ نگاه کرد، گفت: بشین ما هم، بشین تا بهت بگم. کیاندخ کلافه و با حرص نشست. همه نگران بودن که خان با آرامشی ساختگی گفت: حالا راست میگه، ما تصادف کردیم. کیاندخ گفت: ماشین که سالمه خان بابا، چی شده؟ خب خان ادامه داد: بابا با ماشین نه، یه ماشین به عزیز جون زده، حالش خوبه، بیمارستانه، منتظر تو هستن، من اومدم ببرمت. کیاندخ گفت: عزیز خوبه؟ مادر جون و خانم جون چی؟ خان گفت: اونا پیش عزیزن، میریم میبینی. کیاندخ بدون هیچ حرفی به طرف بالا رفت. چند لحظه بعد حاضر آماده به طرف پایین دوید و گفت: بریم خان بابا، بریم عزیز جون، منو ببینه خوب میشه، بریم دیگه. فرح اشکاش ریخت. کیاندخ دید، گفت: گریه ندارم عمه، چرا اینجوری میکنی؟ الان میریم میاریمشون، خودم مراقبتشون میکنم، زود زود خوب میشن، پاشو بریم دیگه، عزیز منتظره. همه حالشون بد بود و راه افتادن. فقط کیاندخ تو ماشین خان بود. تو راه مثل کسی که میدونه یه چیزی شده اما نمیخواد باور کنه به پدرش گفت: خان بابا میگم قصه نخوری ها، عزیز هیچیش نمیشه، زود خوب میشه، من میدونم. خان گفت: آره بابا خوب میشه. اما نه تو صداش، نه تو لحنش، نه حتی تو صورتش علامتی از صداقت این حرف نبود. کیاندخ دیگه حرفی نزد، دلش میخواست حرفاشو باور کنه، خیالش راحت باشه هیچی نیست و همه چی مثل قبله، مثل قبل، مثل همین دو روز پیش میشه. به بیمارستان که رسیدن، خان سریعتر به طرف بقیه رفت و شروع به حرف زدن کرد. تا کیاندخ نزدیک شد، همه ساکت شدن و به طرف داخل رفتن. فضا تو سکوت کامل بود. به سالن اصلی که رسیدن، از دور کیاندخ مادر جون رو دید و به طرفش رفت. سر تا پاشو نگاه کرد و وقتی دید سالم خیالش راحت شد. اما مادر جون به محض دیدنش شروع کرد به گریه، هق هق زدن. کیاندخ سری گفت: گریه نکن مادر جون، عزیز جونم قویه، خوب میشه. به پشت سرش نگاه کرد، همه می اومدن، اما چه اومدنی، مثل لشکر شکست خورده با حال و روز داغون، همه گریه میکردن. به طرف خان رفت، گفت: عزیز جون کجاست خان بابا؟ خانم جانم کجاست؟ خان سکوت کرد. کیاندخ پاشو به زمین کوبید و کت خان رو تو دستاش گرفت و گفت: حرف بزنید، الان وقت سکوت نیست. از دور چهره آشنایی یه لحظه به چشمش خورد، فکر کرد دیار رو دیده، اما اهمیت نداد، فکر کرد خیاله. تو این حال بد اومده تو ذهنش که یاداوری کنه من هستم. برگشت به طرف بقیه، با صدای نسبتاً بلندی گفت: بس دیگه گریه نکنید، چرا اینجوری میکنید؟ عزیز جون خوبه، همه چیز عالیه. هنوز حرف از دهنش بیرون نیامده بود که برانکاردی با بیماری که روش بود و روش ملافه سفید بود از اتاق بیرون اومد. کیاندخ وقتی دید همه به اون طرف نگاه میکنن، اونم نگاه کرد. یه لحظه تنش شروع به لرزیدن کرد. فرح روی زمین افتاد و شهریار به طرفش رفت. خان کیاندخ رو نگه داشته بود و بقیه گریه میکردن. کیاندخ که دیگه طاقت نداشت به طرف برانکارد رفت و ملافه رو با تردید به کنار زد. چیزی که میدید باور کردنی نبود، حتما خواب بود. هیچ کس اون شب و اون لحظه نفهمید که اون دختر بیمار و مظلوم تو اون راه رو اون صدا رو از کجا درآورد که نعره کشید:
مامان و خودش رو روی تن بی جان و صورت زیبای مادرش انداخت و صداش کرد مامان، مامان قشنگم چی شده؟ همه بلند گریه میکردن، ناله سر داده بودن. شاه صنم خاتون زیبای من بیدار شو، الان وقت خواب نیست، پاشو پاشو ببین عزیز تصادف کرده، بیدار شو دیگه. صورت شاه صنم خیس اشک بود، هیچ کس بهش نزدیک نمیشد. کیاندخ وقتی دید مادرش، عزیزترین موجود جهانش، به حرفش گوش نمیده و بیدار نمیشه، با خشم به طرف خان رفت و فریاد زد خان بابا، خانم جانم چرا خوابیده؟ چرا بیدار نمیشه؟ خودت بیا بیدارش کن. وقتی دید خان حرف نمیزنه دستشو کشید و گفت بهت میگم بیا بیدارش کن، الان وقت خواب نیست. کوه غرورش، قهرمان تمام زندگیش، پدرش، خانه قوی و استوارش، توی لحظه شد هیچ و شروع به هق هق کرد. اشکاش مسابقه گذاشته بودن برای پایین اومدن از چشماش، اما اون برای پدرش هم گریه نکرده بود، یا اگر هم کرده بود کسی ندیده بود. کیاندخ با تعجب نگاه کرد و دنیا روی سرش ویرون شد، فریاد زد یکی بیاد مادرمو بیدار کنه، بیاد بیدارش کنید. اما کسی از جاش تکون نخورد. کیاندخ دوباره به طرف جسم بی جان مادر دوید، فریاد زد خانم جان ببین چقدر تنها، بلند شو پشو دیگه. صورتشو غرق بوسه کرد، فوری گفت پتو بیارید، خانم جانم یخ کرده. وقتی دید کسی تکون نمیخوره فریاد زد و به طرف پرستار نگاه کرد و گفت من مگه با تو نیستم؟ میگم مادرم سردشه. پرستار با غم به طرف دخترک رفت، اما در کمال ناباوری کیاندخ به طرفش حمله کرد و پرتش کرد به طرفی و داد زد به من دست نزن، میگم مادرم سردشه. خان به طرف دخترش رفت تا بگیرتش، همون لحظه دکتر دستور داد ببرینش. خان به کیاندخ رسید، شروع به هل دادن برانکارد کردن که کیاندخ با شکل عجیبی به سمت پدرش رفت و کتو از تنش در آورد، دست خانو پس زد و به طرف برانکارد رفت، گفت کجا میری خانم جون؟ کجا داری میری؟ به زور برانکارد رو نگه داشت، آروم کت رو روی مادرش گذاشت و گفت الان گرم میشی، الان خوب میشی. آرومتر گفت خانم جون فردا قراره پدر دیار به خان بابا زنگ بزنه و بیان، شما هم اون رو سری آبی رو سر کنید، خیلی قشنگ تر میشید. سرشو بالا آورد و نگاه کرد، وقتی دید مادرش نگاش نمیکنه و حرف نمیزنه ایستاد کنار برانکارد و گفت جواب منو نمیدی؟ با هم حرف نمیزنی؟ بیدار نمیشی؟ این بار داد زد بیدار نمیشی؟ جیغ زد مامان بیدار نمیشی؟ نعره کشید خدایا چی کار کنم مامان، و افتاد روی زمین. تحمل اون تا اینجا بود، مگه چقدر توان داشت که این همه التماس کنه؟ التماس کسی که وقتی صداش میکرد کمتر از ثانیه آوای جان مادر سر میداد، اما اون دیگه هرگز جوابش رو نمیداد، هرگز. فصل 19 دیار. با دلبرکم حرف زدم، از صبح دلشوره داشت، اما من میدونستم همش به خاطر اومدن پدر مادرش و قراره بله برون. آخه امید من عاشق پدر مادرشه، نه که بقیه نباشن، نه همه بچه عاشق پدر مادرشون هستن، اما کیاندخ دور عجیبی دیوانه وار پدر مادرش رو دوست داشت. خب البته حقم داشت، اونا هم همین یه بچه رو داشتن، انقدر محبت کردن که اونو تا این حد وابسته کردن. تمام نگرانی من برای ازدواج قلب کوچیک و وابسته اونه. حاضرم اگه اون بخواد برم تو خونه اونا زندگی کنم که دلبرم قصه پدر و مخصوصا مادرشو نخوره. تو دلم دعا کردم بتونم خوشبختش کنم تا کمی از وابستگی که داره رو کم کنم. نه که حسودی کنم، نه، فقط نگرانش میشم. همش مراقبه که کاری نکنه اونا ناراحت شن یا نگران باشن. فکر و ذهنش اینه که خانم جونش بعد از ازدواجمون تنهایی چیکار کنه؟ نکنه ناراحت بشه یا بازم قصه بخوره. خب مادرشه، حق داره. عیبی نداره. کم کم عادت میکنه. اصلا هر روز میبرمش یا میرم مادرشو خونمون میارم تا آب تو دلش تکون نخوره. تو همین فکرها بودم که تلفنم زنگ خورد. شهروز بود. گفتم حتما دوره همین چیزی گرفته. آخه فقط واسه دعوتهای رسمی بهم زنگ زد. گوشیو برداشتم. چیزی که ازش میترسیدم به سرم اومد. شهروز گفت وقتی مادر کیاندخ مادر بزرگش رو به یه سرویس بهداشتی نزدیک تهران میبره، یه کامیون با سرعت بهشون میزنه. مادر بزرگش همون لحظه فوت میکنه و مادرش حالش وخیم و به بیمارستان منتقل شده. خدایا چی کار باید میکردم؟ کیاندخت من دل و دینم با اون قلب مریضش چطور طاقت بیاره؟ به شهروز گفتم شهروز کیاندخت
اونم که انگار واسه همین به من زنگ زده بود گفت واسه همین زنگ زدم، باید یه کاری کنیم، ما داریم میریم اونجا، قراره بگیم مادر بزرگش تصادف کرده تا بتونه کنار بیاد و بعد بفهمه، اما تو بیا، شاید که نه، حتما بودنت مهمه. گفتم الان راه میافتم. اما شهروز، بهنام خان چی؟ شهروز گفت الان برای اونم فقط جون کیاندخ مهمه، خودتو برسون. گوشی رو قطع کرد و منو با کابوس تمام این مدت تنها گذاشت. بی‌رحم نبودم، اما وقتی این همه علاقه و وابستگی کیاندخت رو به پدر مادرش می‌دیدم با خودم فکر می‌کردم اگر اتفاقی برای اونا بیفته چه بلایی سر اون میاد. حالا افتاده بود و من بیچاره ترین یار دنیا بودم. چی میگفتم اصلا بهش؟ فوری راه افتادم به طرف بیمارستان. وقتی من رسیدم هنوز هیچ کس نیومده بود، اما وقتی از پرستار حال شاه سلم خانم پرسیدم گفتن تو اتاق عمل و اوضاعش وخیمه. با دست به سرم زدم و چشم دوختم به در. یه ساعتی طول کشید تا دیدمش. از دور میومد، چشمای زیباش نگران بود اما گریه نمیکرد. با قدم‌های محکم و سری پا به پای پدرش میومد. فوری به گوشه‌ای رفتم تا منو نبینه. به اطلاعات که رسیدن و سوال کردن به طرف بالا رفتن. وقتی پشت سرشون راه افتادم و بوی عطرش رو حس کردم، شهروز منو دید و ایستاد. تشکر کرد که اومدم، اما چه تشکری؟ من چی کار میتونستم بکنم؟ اصلا جرئت نداشتم نزدیکش بشم. اونا به طرف آسانسور رفتن و من با پله‌ها بالا رفتم. یکم زودتر رسیدم و گوشه پنهان شدم. به طرف زنی دوید و شروع به حرف زدن کرد. بعدم فهمیدم مادر شاه سلم خانم بود. اون خانومو کمی بعد دوباره به طرف بقیه برگشت. صداشو نمیشنیدم اما رو به همه حرف میزد. با اون صورت مثل ماهش، چشمای پر از استرسش که هزار برابر زیبا شده بود، اصلا انگار غم هم مثل شادی و خنده به صورتش میومد. چند لحظه محو تماشاش بودم که حس کردم چشمش به من افتاد. با تردید نگاه کرد که فوری پشت دیوار رفتم. از دور و پنهانی پرپر شدنش رو میدیدم که اون لحظه مرگبار شروع شد. با باز شدن در اتاق عمل و بیرون اومده بنو برانکارد، یه لحظه خانومی قش کرد و به زمین افتاد. چند نفر به طرفش رفتن و دیدم که فرشته آروم و مظلومم به طرف برانکارد میره. کمی بعد من با تمام جونم از بین رفتن یارم و دیدم و صدای شکستن قلبشو شنیدم. فریاد میزد، جیغ میکشید، حرف میزد و من عشق میریختم. دختری که اون طرف داشت آب میشد تمام وجود و دارایی من بود. اولین و آخرین عشقم، بهش میگفتم امیدم، چون اون با قبول کردن عشقم شده بود امید زندگیم و تمام ثروت و داراییم. میخواستم به طرفش پرواز کنم و با آغوش بکشمش، بی خیال بهنام خان بشم و تسکینش بشم. چند قدمم رفتم اما یادم افتاد که شهروز گفته بود دکترش گفته بذارید گریه کنه و فریاد بزنه، وگرنه فشار غمرگ‌های باقی مونده قلبشم پاره میکنه. باید صبر میکردم و شکستن بال و پر معشوقم رو میدیدم و میسوختم. باید مثل یه بی غیرت تماشا میکردم که دلبرم به همه التماس میکنه، فریاد میزد سردشه، پتو بیارید. آخه تمام وجودم، قلب من، اگه پتو چیزی رو عوض میکرد تمام پتوهای شهر رو برات میآوردم. به خودت بیا عزیزکم، قوی باش مثل همیشه. مگه بابات نگفته مثل دختر خام باش، پیش کسی گریه نکن، صدا تو بالا نبر. میگذره عزیزکم، دلبرکم، میگذره. و اونور قوقا بود که دیدم به طرف پرستار حمله کرد و با دست و ضربه بدی به طرف دیوار هلش داد. درد از دست دادن مادر چه کرد با تو که انقدر پرزور شدی، بیرحم شدی؟ من نمیذاشتم تو در ماشین باز کنی مبادا دستات درد بگیره. حالا ببین چه میکنی با خودت. همه یه تنم اونو میخواست که برم و تسکینش بشم. دردشو باید میدید که منم دارم از درد اون درد میکشم. باید میدید تنهاش نمیذارم و خودم مادرش میشم. به طرفش حرکت کردم بدون اینکه فکر کنم بهنام خان چی میگه. اصلا آخرش میمد میزد تو گوشم دیگه، فدای سر دل برکم. منم دستشو میبوسم و میگم به خدا قد خودت میخوام این پرنده بال شکستتو. اصلا به پاش میفتم و میگم نوکرتم، بذار کنارش باشم، بذار تسکینش باشم. بهش میگم نذار ببینم تمام زندگیم قلبم داره این گوشه جلوی چشم همه پرپر میشه. همین که دو قدم مونده بود بهش برسم با صدای فریادهاش به خودم اومدم. کت مشکی رنگی رو روی مادرش کشید و وقتی دید بازم بیدار نمیشه روی زمین افتاد و دیگه صداش نیومد. از بین اقوامش به طرفش رفتم. بهنام خان باهام چش تو چش شد. نمیدونم از کجا جرأت آوردم که نگاهش کردم. نمیدونم تو چشمم اون لحظه چی دید که با علامت چشم بهم اجازه داد به طرف امیدم برم، اما بهش دست نزدم. دعا
داییش با پدرش بلندش کردن. بهنام خان پاشو مثل بالش زیر سرش قرار داد و اومد صداش کنه که بی اختیار گفتم امیدم، به هیچ خجالتی گفتم جان من نگارم پاشو حرف بزنیم، پاشو نگام کن. اما انگار نه انگار. یه لحظه ترسیدم گفتم مبادا از دست بره. به بهنام خان نگاه کردم و بلند شدم، فریاد زدم دکتر دکتر. انگار دکتر خودش بود و از قبل خبرش کرده بودن که اومد و دورش رو خلوت کرد. فوراً به اتاقی توی طبقه دیگه بردنش. دنبالش رفتم با بغض و ناامیدی، هیچ کس رو نمیدیدم جز اون. اون لحظه بهنام خانم انگار وجود نداشت، ازش ترسی نداشتم. اونی که لبهای سرخ و گونه های رنگ گلش به سفیدی برف شده بود تمام دار و ندار من بود. پس مهم نبود اصلا چه فکری میکنن درباره من. اون جواهر نایاب من بود. اون تو ناامیدی شده بود امید و هستی من، نمیذاشتم از دست بره. با اون حال زارم به دنا زنگ زدم که به پدر و مادرم خبر بده. پدرم دوست چند ساله بهنام خان بود و خیلی قبولش داشت. برای خواستگاری که نشد، لااقل برای تسکین کنارشون باشه. بهنام خان کم به ما لطف نکرده بود، حقش نبود این غم و تنهایی به دوش بکشه. حتی دنا تا خبرو شنید زد زیر گریه و فقط گفت دیار کیاندخ میمیره، اون عاشق مادرشه. گفتم زبون تو گاز بگیر، من نمیذارم تاری از موهاش کم بشه. گوشیو که قطع کردم اون پسره بیشور و پدر مادرش رو کنار بهنام خان دیدم. این اینجا چی کار میکرد؟ بابک که باعث شده بود بهنام خان با دختر یکی دونش ناراحتی کنه. هر وقت دیگه بود یقش رو میگرفتم و بیرونش میکردم، اما الان فقط دلبرکم مهم بود، نه هیچ بنی بشر دیگه. دکتر که بیرون اومد چنیدم به بهنام خان گفت حالش اصلا خوب نیست، شوک بدی بهش وارد شده. فقط دعا کنید. و بهنام خان مشت محکمی به دیوار زد که من صدای شکستن استخون رو تو دستای خودم حس کردم. حق داشت، عشق بهنام خان و شاهسنم خانوم تو دهن همه بود. مادرم هر وقت میخواست آقامو نصیحت کنه میگفت از رفیقت یاد بگیر که بدون زنش هیچ جا نمیره. از همه میشنیدم که میگن تو تمام این سالها بدون زنش هیچ جا نرفته و جونش و زن و دخترش. حالا یکی مرده بود و یکی اینجا افتاده بود و مادرش رو هم از دست داده بود. خیلی مرد بود که هنوز روی پا بود. شاید هر کسی هم جای اون بود، به زورم که شده ادامه میداد. هنوز دخترش رو داشت، امید زندگیش رو داشت. چون کسی رو راه نمیدادن، بهنام خان همه رو راهی کرد. اما همه نرفتن. یه سری‌ها رفتن برای مراسم و تدارک و یه سری موندن. حق داشتن. دلبرکم دلسوز همه بود. همه عاشقش بودن. مراقب همه بود. هیچ کس رو نمی‌رنجون. بهنام خان به طرفم اومد، با هم دست داد و گفت دیار خان برو شما هم استراحت کن، ممنون که کنارمون بودی. از اینکه با هم مثل غریبه ها حرف زد دلم شکست، اما خب غریبه بودم، مگه غیر این بود؟ بابک با کینه نگاه هم میکرد، پدر مادرش رفته بودن، اونم ما مونده بود. بی توجه به اون گفتم عمو میمونم، تو رو خدا ردم نکن، به خدا میمیرم. شاید تو چشمام خون که من اگه برم میمیرم. حرفی نزد و به طرفی رفت که از دیدم خارج شد. پرستار که بیرون اومد پرسیدم چطوره؟ گفت چی بگم؟ دعا کن. تو شوهرشی؟ گفتم آره، یعنی نه نیستم. چی بگم راستش؟ گفت نمیخواد بگی، معلومه دوستش داری. دعا کن، خوب نیست. زدم تو سرم، گفتم میشه ببینمش؟ گفت نه نمیشه، اینجا بخش ویژه است. گفتم جون عزیزت بذار یه لحظه ببینمش. گفت قسم نده دست من نیست، خطرناکه. یه لحظه فکر کرد و گفت گوشه پرده رو میکشم اما کسی نفهمه ها. گفتم به خدا جبران میکنم، خواهری کردی. نه نمیگم به کسی. برگشت داخل و پرده رو کنار زد. یه کمی اما وقتی کنار رفت صدای ضربان قلبم رو میشنیدم. وقتی دیدمش دنیام ویرون شد. چی به سر امیدم اومده؟ این همه دستگاه چیه؟ چرا چشاش بسته است؟ یادم تا صبح یه لحظه ننشستم. چند باری بهنام خان اومد و رفت. وقتی منو میدید که ایستادم نگاهی میکرد که انگار دیگه توش خشم نبود. همه رفته بودن، البته میرفتن و میومدن، اما خب مراسم داشتن. همون لحظه پدر و مادرم رو دیدم که به طرف ما میان. یه لحظه انگار قربت تموم شد. با دیدن مادرم ذوق کردم و دلم برای دلبرکم سوخت که دیگه مادر نداشت. دیگه کسی نبود که براش جون بده و ذوق کنه. اما کار خدا همینه دیگه، مرگ دست خداست. پدرم به طرف بهنام خان رفت و به آغوش کشیدش. بهنام خان که انگار نیاز داشت به این آغوش، به آغوش پدرم فرو رفت و چند دقیقه بیرون نیامد. وقتی از آغوش هم دست کشیدن هر دو چشماشون خیس بود و داغون به نظرم. بهنام خان از دیشب شکسته شده بود. شایدم نه، من فکر میکردم.
به طرف پدر مادرم رفتم، هر دو رو بوسیدم. مادرم با لهجه شیرین کردی گفت بمیرم برات مادر که من نفهمیدم تو عاشقی. خاک بر سرم که از دل پسرم بیخبرم. خجالت کشیدم. دنا گفته بود حتما. اگرم نمیگفت خب معلوم بود من اونجا چه میکردم. اگه برای رفاقت بود باید تو خونه میبودم، نه اینجا. پدر مادرم به زور بهنام خانو بردن. قرار بود هر دو رو به خاک بسپارن، اما دکتر گفته بود اگر کیان دخت نبینه دفن مادرش رو نمیتونه باور کنه و بیماری روحی امونش رو میبره. پس تصمیم گرفتن اول مادر بهنام خانو دفن کنن و بعد همسرش رو. بهنام خانو برای مراسم بردن و من همونجا ایستادم. انگار نه انگار دلبرکم خواب بود، خوابی عمیق. چند ساعتی گذشت و بهنام خانو پدرم برگشتن. مادرم خونه مونده بود. بهنام خان گفت پسر برو چیزی بخور، استراحت کن، اینجوری تو هم میفتی. یا چی میگفت؟ کجا میرفتم؟ چی میخوردم؟ هیچی از گلوم پایین نمیرفت، هرچی میخوردم تیغ بود و گلومو میبرید. امیدم مگه چیزی خورده بود که من بخورم. گفتم خوبم، نمیتونم برم. دکتر این بار که به اتاق رفت و اومد گفت دعا کنید. یادم هزار تا نثر کردم، اما یه نثر کردم که ای کاش لال میشدم و نمیکردم. گفتم خدایا اگه به دنیا برگرده میگذرم ازش، اون فقط تو دنیا باشه، اگه مال منم نشد عیبی نداره، تا ابد عاشقش میمونم. شاید مرغ آمین حقیقت داشت اون لحظه، روی شونه هام نشست و بلند آمین گفت که روزگارم سیاه شد. اون شبم پری زیبای من به هوش نیومد. به زور بهنام خان یکم غذا خوردم، اما چه غذایی؟ به زور آب لقمه رو پایین دادم. بابک گاهی می اومد سری می زد و به من با ابروهای بالا رفته نگاه می کرد و می رفت. اصلا برام مهم نبود. حالا دیگه اصلا برام فرقی نمی کرد. حتی اگه اون صاحب دلبرکم می شد، من فقط می خواستم اون زنده بمونه و خوشحال باشه. من حاضرم اون به هوش بیاد و دیگه هیچ وقت منو نخواد. پشت شیشه ایستاده بودم. دیگه پرستارای همه شیفتا منو شناخته بودن. یکی از پرستارا نگاه دلسوزانه‌ای بهم کرد و به اتاق رفت. نمیدونم تو چهرم چی دید که چند ثانیه بعد بدون اینکه من ازش بخوام پرده رو کنار زد. هول کرده بودم. هر بار صدای ضربان قلبمو به راحتی میشنیدم. دلبر زیبای من روی تخت آروم خوابیده بود. صورت زیباش حتی از پشت شیشه و اون همه سیم و شلنگ معلوم بود. اشکام روی صورتم میریخت و التماسش میکردم که بیدار بشه. الان که نگاهش میکنم نمیتونم ازش بگذرم. اصلا تحمل این که این همه زیبایی و آرامش نصیب کسی جز خودم بشه رو ندارم. پاشو زیبای من، چشمای زیباتو باز کن، نگاهم کن. به خدا تحملم داره تموم میشه. کم آوردم. بیدار شو امیدم. دلم برای صدا تنگ شده، دارم دیوونه میشم. پاشو برام بخند تا ترکیب لبات و دندونای مرواریدیت حالمو جا بیاره. پاشو دلدارم. بریدم دیگه به خدا. بعد از دیدن صورت مثل ماهش جون تازه گرفته بودم. به نمازخونه رفتم و برای بار هزارم نماز حاجت خوندم و با تمام وجود به خدا التماس کردم که به جوونیش رحم کنه. از خدا خواستم بهش صبر بده تا بتونه مرگ مادرش رو بپذیره و به زندگی برگرده. نمیدونم چقدر گذشته بود که با صدای وحشتناک بسته شدن پنجره از خواب پریدم. وقتی دیدم روم یه پتو کشیده شده فهمیدم که خوابم برده. سری بلند شدم و به طرف اتاق جانانم پر کشیدم. صبح شده بود و حضور اکثر خانواده بهنام خانو و خانواده شاهسنم خانو سکوت و دلگیری سالونو شکسته بود. نمیخواستم جلو برم، اما شهروز متوجهم شد و صدام کرد. به طرفم اومد. همه با صدای شهروز به طرف من برگشتن. خجالت میکشیدم. ناچار جلو رفتم و با همه احوال پرسی کردم و همه با روی باز و محبت و نگاه‌های پر از قدردانی ازم تشکر کردن. بهنام خان و پدر مادرم هم از انتهای سالن میومدن. با دیدن مادرم انگار دیگه بین اون همه آدم غریبه نبودم. من اون روز به معنای واقعی با چشمای خودم خم شدن کمر بهنام خان رو دیدم. از دور که میومد قدماشو میکشید. هنوز آثار غرور و سلابت تو صورت و اندامش بود، اما تو چشماش غم بود و غم موهاشو آشفته بود و خبری از اون مرد خوشبخت و شیک نبود. حق داشت، مادرش رو به خاک سپرده بود و همسرش در انتظار دفن شدن بود و دختر یکی دونش روی تخت بیمارستان. به طرفشون دو قدم برداشتم و سلام علیک کردم. مادرم به آغوشش دعوتم کرد. با تمام وجود و کمال میل به آغوشش فرو رفتم و گفتم دعا کن مادر، یک بار دیگه با دعات برام معجزه کن، من طاقت ندارم. مادرم با آرامش همیشگی که تو نگاه و صداش موج میزد گفت مادر خدا هرچی بخواد همون میشه، خوددار باش.
کیاندخت خیلی قویه، حتما تحمل میکنه. طبق معمول روی یکی از نیمکتا نشسته بودم و چشم به پنجره دوخته بودم که تکه ای از وجودم وصل به دستگاه مختلف اونجا به سختی نفس میکشید. با صدای فریادی سراسیمه از جا پریدم. پرستار آشنایی بود که به هم لطف کرده بود تو این چند روز. دکتر رو صدا میزد. سری به طرفش رفتم، گفتم چی شده؟ پرستار گفت فقط دعا کن، لطفا دعا کن. تو چند ثانیه راه رو پر شده بود از رفت آمد دکترا. با سر و صدای توی سالن مهنام خانم سراسیمه خودشو به ما رسون. تو این روزا اون توی سالن میشست و من پشت در اتاق. شاید نمیخواست منو ببینه، حق داشت، من یه غریبه بودم، اما اگر میرفتم حال و روزم دست خودم نبود. بهنام خان فریاد میزد چی شده؟ چه خبر شده؟ به طرفش رفتم و دستم روی شونه‌هاش گذاشتم و گفتم آروم باشید، نمیدونم. دکترها داخل رفتن. بهنام خان پشت در اتاق رفت و با صدای نسبتاً بلندی دکتر رو صدا کرد. پرستاری بیرون اومد و گفت لطفاً آروم باشید و دعا کنید. آرامش بقیه بیمارا هم در نظر بگیرید. بهنام خان ناچار طول و عرض بیمارستان رو با سرعت طی می‌کرد و منم پشت در خیره به شیشه‌ها بودم. تو دلم التماس خدا رو می‌کردم و اشک می‌ریختم. نمی‌دونم چقدر گذشت، اما برای من و بهنام خان به جرأت یک سال گذشت که دکتر از اتاق بیرون اومد و هر دو به طرفش دویدیم. دکتر با لبخند به هر دومون نگاه کرد و گفت چشمتون روشن، بیمارتون به هوش اومده. نمیدونم چم شده بود، انگار لال شده بودم. به طرف بهنام خان رفتم و بغلش کردم. فقط میگفت خدا رو شکر و اشکاش بی مهابا صورتش رو خیس میکرد. گفتم چشمتون روشن، اما با حرفی که زد دنیا رو سرم خراب شد. حالا بگم مادرش کجاست؟ دخترم طاقتش رو نداره، من چجوری بهش بگم آخه؟ چرا خودم به این فکر نکرده بودم؟ چی کار باید میکردم؟ با بهت به بهنام خان خیره شدم، نمیدونستم چی بگم. بهنام خان رو به دکتر گفت میتونم ببینمش؟ دکتر گفت لطفا کمی صبر کنید، کارهای اولیه انجام بشه. بله به زودی خبرتون میکنم. فوری گفتم میشه پرده رو کنار بزنید؟ دکتر بدون هیچ حرفی به پرستار اشاره کرد و پرستار داخل رفت و پرده کنار. هر دو به سرعت پشت شیشه رفتیم. چشماش باز بود، چشمای زیباش بالاخره باز شده بود. باید نظرامو ادا میکردم. دلبر زیبا و خواستنی من بالاخره بیدار شده بود و نگاهش به سقف بود، انگار که سنگینی نگاه ما رو حس کرده باشه. به طرف ما سرچرخون. نگاهش اول با بهنام خان گره خورد. قطره اشکی از چشمش بالش رو نشونه گرفت و آروم راه خودش رو طی کرد. بهنام خان لبخند زد، اما کیاندخت من فقط نگاه کرد. به طرف من چشم گردون. تا نگاهش رو به چشمام دیدم اشکام ریخت و با همون حال لبخند زدم. نگاهم کرد، دیگه برق چشمش معلوم نبود. نگاهم کرد اما لبخند نزد، شوق نداشت. با خودم گفتم حق داره، اصلا نمیدونه چند روز خوابیده، خوب میشه. اون تا اینجا طاقت آورده، بعد اینم میتونه. با تماسایی که با بهنام خان گرفته میشد میدونستم حیات بیمارستان پر شده از اقوامشون که منتظر بودن کیاندخت رو ببینن، اما فعلا اجازه ملاقات نداده بودن. تا صبح منو به نام خان از اون راه رو اون نیمکت تکون نخوردیم. دکتر همراه چند نفر داخل اتاق رفت و کمی بعد گفت کیاندخت چند دقیقه دیگه به بخش میاد. با تمام وجود ممنونی به دکتر گفتم و به بهنام خان گفتم نگران نباشید، درست میشه. بهنام خان بدون حرفی نگاهم کرد و به سمت نیمکت برگشت و سرش رو توی دستاش با فشار گرفت. دو ساعتی بود که کنار تخت کیاندخت نشسته بودیم. هرچی زمان میگذشت بیشتر نگران میشدم. حرف نمیزد، نگاه نمیکرد. بهنام خان به طرفش رفت، دستش رو توی دستش گرفت و گفت ماه بابا خوبی؟ کیاندخت مثل یخ نگاهش کرد و جوابی نداد. بهنام خان نگاهم کرد، این یعنی اجازه داشتم شانسم رو امتحان کنم، اما باید احترام اونو نگه میداشتم. به طرفش رفتم و آروم گفتم کیاندخت جان خوبی؟ شانس با بهنام خان یار بود، چون حداقل نگاهش میکرد. بدون اینکه نگاهی بهم بندازه چشماشو بست. قلبم هوری ریخ، من نمیتونستم تحمل کنم نگاهم نکنه، جوابمو نده. اما دوباره صداش کردم. صدامو میشنوی؟ آروم طوری که فقط خودش بشنوه گفتم امیدم، میخوای دق کنم؟ قطره اشکی که از چشمش چکید نور امیدی شد برامو. ادامه دادم میدونی چند روز خوابیدی؟ بس دیگه، همه نگرانن، خستگی در نرفت؟ کیاندخت اما اون روز با هیچ کس حرف نزد، همه اومدن و رفتن. دکتر گفته بود فردا میتونیم ببریمش. از پچ‌پچ‌ها و حرفای بقیه فهمیده بودم فردا میخوان شاه صنم خانومو به خاک بسپرن. دلم برای دلبرکم آتیش بود. تا همین چند روز پیش اون یکی از خوشبخت ترین و خوشحال ترین دخترای دنیا بود، اما حالا باید چه باری رو به دوش میکشید و چه عذابی رو تحمل میکرد. بهنام خان به طرفم اومد و گفت دیار خان من باید برم دنبال کارهای فردا، شما هم برو، خسته شدی. خاله ها عمش هستن، کنارش باشن.
با نگاهی که میدونستم تمام التماس دنیا توش موج میزد گفتم بنام خان هر چی شما بگی میگم چشم، اما الان نه، امروز نه، تو رو جون خودش اجازه بدید کنارش باشم، اجازه بدید شاید بتونم باهاش حرف بزنم. اون لحظه احتمالاً بهنام خان تو چشمام درموندگی رو به وضوح دید، چون بدون هیچ حرفی به طرف بقیه رفت و بعد از کمی صحبت به طرف آسانسور رفتم. کیان دختم چشماش باز بود، به طرفش رفتم و بدون هیچ حرفی دستاشو توی دستم گرفتم. به نظرم با اون که ضعیف و بیحال شده بود اما هنوز شبیه اون و زیباییش جایی ندیده بودم. با صدای آروم میگفتم امیدم باهام حرف نمیزنی؟ نگام نمیکنی؟ دستاشو فشار دادم و به چشماش خیره شدم، نگاهش رو به چشمام دوخت، با اشک بهش لبخند زدم، گفتم مردم و زنده شدم، این بود عشق و دوست داشتنه؟ 4 روز چشام به این در خوش شده، حالا که اومدی با هم حرف نمیزنی انگار نه انگار من اینجام. ها چشماشو ازم دزدید و اشکاش ریخت بدون هیچ صدایی. دیگه حرفی نزدم، نگاهش کردم. پرستارا می اومدن و می رفتن، بهش سرم می زدن، داروهاشو مرتب به سرم توی دستش تزریق می کردن و می رفتن. با صدای درب خودم اومدم، خودش بود، بابک. نگاه غضب‌آلودی به من انداخت و به طرف تخت اومد. به احترام کیاندخت از تخت فاصله گرفتم و پشت به اونا به طرف پنجره رفتم. کارت می زدی خونم در نمی اومد، مردی که عوضی شروع کرده بود به چرب زبونی به دلبر شیرین من. کیاندخت جان خوبی؟ دلم نمیخواست برگردم و این لحظه رو ببینم، طاقت نداشتم، رگ غیرتم باد کرده بود، اما چاره ای نداشتم. اگر حتی اون میتونست حال عشق منو خوب کنه اشکالی نداشت. صداش آروم تر کرد و گفت نمیخوای حرف بزنی؟ حس کردم صدای تکون خوردنش تو تخت و شنیدم، به طرفش سر چرخوندم. آروم گفت برو. چقدر خوشحال شدم از شنیدن صداشو، بعدم ناامید کردن بابک. بابک اما به این راحتی ها ول نمیکرد، رو به من کرد و گفت شما رو میگه آقای دیار. پوزخندی زد، حرفی نزدم و به کیاندخت نگاه کردم. به چشمام نگاه کرد و در حالی که مخاطبش بابک بود گفت برو بیرون. نگاه پرمعنی به بابک زدم، حالا که دوباره کیاندخت بهش گفته بود برو، نگاهی پرکینه به من کرد و دست گل بزرگش رو روی میز گذاشت و با صدای ملایم و آروم گفت باشه عزیزم، الان میرم اما خیلی زود برمیگردم برای دیدنت. دلبرکم حتی زحمت نگاه کردن به اون و به خودش نداد و بابک رفت. بعد از رفتن بابک فوری به طرفش رفتم و گفتم دورت بگردم من. حرف زدی خانومم، قربونه چشات برم، همه چیزمی میدونی. چشماش به علامت تایید روی هم فشرده شد، خم شدم و دستاشو غرق بوسه کردم. اون مال من بود، دلشو به من داده بود، دلبر با شعور و نجیبم. به خاطر اینکه غرور من نشکنه بابک رو بیرون کرده بود و چقدر برام با ارزش بود این حرف و رفتارش. تا شب کنارش حرف زدم، غذا رو که آوردن با خنده و شوخی سعی کردم خودم بهش غذا بدم، با قسم به جون خودم یه قاشق خورد اما دیگه نتونست. روی مبل کنارش دستاشو گرفته بودم، اون خوابیده بود و آرام بخش کار خودشونو کرده بودن. نمیدونم تا که نگاهش کردم اما با روشن شدن اتاق و اومدن پرستار فهمیدم صبح شده. آروم و راحت کنار عشق زندگیم خوابم برده بود و چقدر آروم بودم اون روز. که ای کاش زمانو میشد نگه داشت و همونجا تو همون اتاق توی همون لحظه موند. یکم بعد کم کم خان و برادراش با مادر شهروز اومدن. دکتر بعد از معاینه کلی دلبرم برگه ترخیص رو صادر کرد و از اتاق بیرون رفت. منم که آن دختر با خالش تنها گذاشتم و بیرون رفتم. بهنام خان رو به من گفت حرفی زد؟ تونستی باش حرف بزنی؟ ناامید گفتم فقط 2 کلمه حرف زد. بهنام خان گفت باید بریم برای تشییع جنازه مادرش، نمیدونم چی کار کنم. هرگز تو زندگیم اینقدر درمونده و بیچاره نبودم. با ناراحتی و غم عمیقی که تو دلم بود گفتم روحشون شاد، حق دارین اما میگذره، خدا بهتون صبر بده. نگاهی بهم کرد و گفت ممنونم که تنهامون نذاشتی. با نهایت تواضع گفتم این حرفو نزنید، کم به من و خانوادم لطف نکردید، همیشه کنارمون بودید تو غم و شادی، من فقط طبق وظیفم عمل کردم. دستش رو روی شونم گذاشت و بدون حرفی چند ضربه به شونم زد. با صدای خاله کیاندخت به خودمون اومدیم و به طرف اتاق برگشتیم. دلبر زیبا و خوش قد و بالای من که با اون حال بیمارشم کم از پریا نداشت تو چارچوب در ظاهر شده بود. دلم زفرف برای ریخت و قیافش، موهای خوش رنگ و بلندش که دورش ریخته بود، با اون که مرتب نبود اما برای من تداعی موج دریا بود و دیوانم میکرد. همه سوار ماشیناشون شدن، لحظات حساسی بود.
همه غم عمیقی داشتن و درد تو نگاهشون موج میزد، اما بیشتر از اون ترس عکس العمل کیاندختو داشتن. تنها پشت سر ماشین بهنام خان راه افتادم به سمت خانه ابدی مادر معشوق دردانم. دل تو دلم نبود، مرتب تصورش میکردم، همش دنبال راهی بودم که آرومش کنم. هیچ کس و هیچ چیز برام مهم نبود جز اون. به مقبره که رسیدیم، جایی که اصلا شبیه قبرستون نبود، سرسبز و زیبا، بیشتر شبیه شاهکارای معماری بود تا مقبره. کیاندخ با پاهای خودش راه میرفت و همه با فاصله ازش طوری که مراقبش باشن راه میرفتن. هرگز همچین جمعیتی ندیده بودم. افراد سرشناس و تجار بزرگ، تمام فامیل و دوست آشنا به طرز عجیبی با نظم و مرتب در گوشه کناری ایستاده بودن. پدرم کنار بهنام خان بود و طرف دیگرش حاج محسن. همه اشک می‌ریختن. کیاندخت اما فقط راه می‌رفت. نگاهش انگار فریاد می‌زد از من دور شید، اما دم نمی‌زد. قلبم طوری به تپش افتاده بود که می‌گفتم همین الان از سینم می‌زنه بیرون. به سردخونه که رسیدیم، صدای سوز و نوای لالایی آذری به گوش می‌رسید. زنی که می‌دونستم مادر بزرگ کیاندخت، آروم زمزمه می‌کرد و خاله‌های کیاندخت گریه می‌کردن. کیاندخ پله اول و بالا رفت، نگاهی به پدرش کرد که هرگز این نگاهو که پر از التماس بود فراموش نمی کنم و نکردم. بهنام خان به طرف دخترش رفت و پیشونیشو بوسید و لبهاشو به طرف چشمای زیبا و خواستنیش برد و اونها رو هم بوسید. همه ایستادن. از اینجا به بعد کسی اجازه نداشت بره. پدر و دختر با قدم‌هایی که انگار وزن‌های 100 کیلویی بهشون وصل بود می‌رفتن. فقط چند ثانیه گذشت که من صحرای محشر رو به معنای واقعی کلمه هم دیدم و هم شنیدم. اما صدای امید زندگیم بینشون نبود. گاهی صدای هق هق یه مرد میومد که دلم نمیخواست باور کنم صدای خانه بزرگه. مردی که همه وقتی ازش یاد میکردن از عرضه و غرور و مقاومتش میگفتن. با صدای ناله های مردونه و گریه های بلندش جماعت به گریه افتاده بودن. حتی پدرم دستمال کردیش رو روی چشماش گذاشته بود و شونه هاش تکون میخورد. کمی بعد با تعجب دیدم همه بیرون میان با زجه و ناله. اما جالبه، تو همون لحظه هم این خانواده آروم و در شأن رفتار میکردن. برای من که کرد بودم و عزاهای ما پر بود از مویه های زنان و سینه دریدن، کمی جای تعجب داشت. اما اونا در هر زمینه ای فرق داشتن. داخل سردخونه برای ودا حالا فقط بهنام خان و کیاندخ مونده بودن. داشتم سکته میکردم. اما کیاندخ میگفت دیر شد، اما پدر بزرگش اونو به صبر دعوت میکرد و وضعیت کیاندخ رو یاداوری. این خانواده چه عذابی رو تحمل میکردن تو مرگ. مرگ دو عزیزی که همه عاشقشون بودن و وصف خوبیاشون همه جا زبان زد بود. یه لحظه دیدم بهنام خان با قدی خمیده و صورتی که میشد درموندگی و توش دید از اون در بیرون اومد. دست خودم نبود، پله ها رو بالا رفتم. نباید تنها میمون، اون تحمل نداشت. بهنام خان دستشو بالا آورد طوری که سر جام میخکوب شدم. فوری گفتم بهنام خان، کیاندخت سرد و پربغض با صدایی که میلرزید گفت داره با مادرش حرف میزنه. به طرف در رفتم و پشت در ایستادم تا اگر اتفاقی افتاد سری خودم رو برسونم. داخل رو نگاه کردم که ای کاش هرگز اون نگاه رو نمی کردم. وسط سالن بزرگی سکوی بود و روش مادری آرام به خواب رفته بود و تک دخترش براش حرف می زد. کیاندخت دستای نحیفش رو به صورت مادر می کشید و آروم و با متانت جمله ها رو ادا می کرد. شاهسنم خانوم، جواب منو نمی دین؟ قهر کردین با من؟ خانم جون اصلا خبر داریم مریض بودم؟ خانم جون برام سوغاتی نیاوردین؟ راستی یه چیزی تصمیم گرفتم بعد نامزدی بلیت بگیرم دوتایی بریم یه جای خوب. بیدارشین عکساشو نشونتون بدم ببینین اصلا دوست دارین. مامان صدامو میشنوی؟ مامان میشه یه لحظه پاشی برام یه لالایی بخونی؟ چی میشم اگه دلم برای صدا تو خوندن تنگ شده؟ مامان این لباس بهت نمیاد، اصلا من دوستش ندارم، بیا بریم عوضش کنیم. و اینا چیه روش نوشته؟ باید لباس گل داره که تازه خریدی برای مراسم خواستگاریم بپوشی. مامان پاشو سردت شده، چرا یخ کردی باز دوباره؟ چشاتو باز کن، دلم براشون تنگ شده. یه لحظه صداش قطع شد و بعد چند لحظه انگار به گوشم یه صدای آسمونی میخورد که میگفت ستاره تا
این کوکب لباس رویا بپوش امشب. لا 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 ای تن تبدار، اشکامو از رو گونه هم بردار. لا 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 سایه بیدار، نبض مهتاب و دست من بسپار. با صدایی که تقریبا به بیرون می اومد و سوزی که توش داشت، صدای گریه ها و حقیقا بالا رفته بود، اما کیاندو قصد نداشت دل بکنه از مادرش. اونجا چون تقریبا شخصی و خانوادگی بود کسی کاری نداشت، اما به خاطر مهمونا بقیه اصرار داشتن که زودتر کارهای دفن انجام بشه. اما من کیف میکردم از احترام و درک بهنام خان و خانوادهشون که همه آروم و با حوصله منتظر بودن تا کیاندخت ودا کنه. دوباره به داخل نگاه کردم، به جرأت دردناکترین لحظه زندگی من اون روز و اون ساعت رقم خورد. کیاندخت زیبا و غمگینم آروم و شیرین کنار جسد سرد و درد کشیده مادرش دراز کشیده بود و اونو بغل کرده بود و براش قصه میگفت و لالایی میخوند. اشکام دست خودم نبود، مگه این دنیا چی ازش کم میشد اگه این دختر تنها بی مادر نمیشد؟ نه خواهری نه برادری، چطور تحمل میکرد؟ بهنام خان که منو تو اون حال دید به طرفم اومد و اونم یه لحظه مات اون تصویر شد و طوری که حس کردم زمین زیر پام یه لحظه لرزید، با زانو روی زمین خورد و سر به زمین گذاشت و زار زد. با صدای بلند چند نفری به طرف بهنام خان اومدن و به زحمت سرشو بلند کردن و کمک کردن. بلند شد، بقیه هم همینطور. بهنام خان به زحمت روی پای ایستاد. مادر بزرگ کیاندخ که عزادار دخترش بود خواست داخل بره، اما بهنام خان اجازه نداد و گفت صبر کنین، خودش داخل رفت. من به جرأت تو تمام عمرم همچین صحنه‌ای ندیده بودم، شاید بقیه هم مثل من بودن. واسه همین توی اون دقیقه ها که برای همه انگار ساعت ها گذشت، یک لحظه صدای گریه ها و ناله ها قطع نشد. بهنام خان آروم و با قدم های سنگین بالا سر دختر یکی دونش رفت و چهار زانو نشست و سرش رو روی پاهاش گذاشت و شروع کرد به نوازش کردن موهای ابریشمی و خیس از اشک دخترش. کیاندخ نگاهش کرد و گفت خان بابا، من خیلی دختر بدی بودم؟ بهنام خان گفت نه بابای من، کی بد بودی؟ شاسن هم همیشه ازت راضی بود. بابا اینجوری نگو، پاشو بریم، مادرت اینجا اینجوری عذاب میکشه ها. کیاندخ بی توجه به جمله آخر خان گفت پس چرا نگاهم نمی کنه؟ بابا میگم چرا بغلم نمیکنه؟ من بغلش کردم که گرمش بشه، اما اون هنوز سرده. خان بابا این لباس، آخ این همه براش لباس خریده، اینو چرا پوشیده؟ بهنام خان که انگار نیاز داشت این حرفا رو بشنوه گفت بابا جان، شاهزنم مال زمین نبود، باید میرفت پیش فرشته ها، اینجا براش کوچیک بود. بهنام خان طوری حرف میزد که انگار دخترش 5 سالشه، اما کیاندخت اعتراضی نداشت و خوب گوش میکرد. کیاندخ سرش رو از روی پای پدرش برداشت، روی صورت مادرش گذاشت و گفت بلند شو خانم جون، دیگه دختر خوبی میشم، دیگه قلبم درد نمیگیره، قول میدم دیگه اذیت نمیکنم، پاشو بریم خونه خودمون، رو تختت بخواب. و صدای حق حق بهنام خان که گوش فلک رو کر میکرد، کیاندخ بلند شد و با صدای بلندتری گفت خانم جون به جون خودت اگه بلند نشی همین الان بریم باهات قهر میکنم. تو اون لحظه انگار شرم داشت که با مادرش اونطور حرف بزنه، فوری گفت اگه قهرم نکنم دیگه. انگار هیچی دلش نیومد بگه که دلا شد و صورت مادرش رو غرق بوسه کرد. از روی کفن و ترمه زیبایی که روش کشیده بودن مادرش رو برای آخرین بار به آغوش کشید و گفت یادتون باشه خانم جون، نگام نکردید، صدام نکردید، باهام حرف نزدید. به طرف بیرون میومد که دوباره ایستاد، به عقب نگاه کرد، به طرف مادرش برگشت، انگار امید داشت که بیدار بشه. به پاش افتاد و گفت نکن با من مادر، نکن، من بدون شما بلد نیستم این دنیا رو، پاشو تو رو به جون چشمام پاشو. خان اشک میریخت، من و بقیه هم که این صحنه رو میدیدیم نفسمون بالا نمیومد. وقتی دید مادرش خوابیده دوباره بلند شد، نگاش کرد و به طرف بیرون اومد. من اون روز و اون ساعت زیر اون طاق بلند و کاشیکاری شده، جدا شدن روح از تن دختر رویاهامو با دوتا چشمم دیدم. از بغلم رد شد،
باده رد شدنش، اما با تمام آرامشش تکونم داد. خالش به طرفش رفت، آروم بی حرکت بدی آغوشش رو رد کرد، به هیچ کس نگاه نمی کرد. نمیدونم چی گذشت اون لحظه ها که دختر شاداب و خوشخنده من برای همیشه ساکت شد. دیگه انگار این لب ها خنده رو نمیدیدن و این چشم های نورانی قرار نبود روشن بشه. با صدای لا اله الا الله جنازه روی سر برادر و پدر رفت و جماعت گریه میکردن. کیاندوخ با کمک بقیه داخل مقبره رفته بود و گوشه بالای کوهی که از خاکهای بیرون ریخته شده درست شده بود بی صدا ایستاده بود و فقط نگاه میکرد. من همه حواسم فقط به اون بود، نمیدیدم نمیشنیدم، همه نگاه ها به اون بود، سکوتش، آرامشش که منو میترسون. اما بقیه با بیفکر زیر لب به هم میگفتن حقا که دختر شاسنمه، این دختر رو اون تربیت کرده. غیر این بود تعجب داشت، اما من ترسیده بودم. ترسیده بودم که این گریه نکردن و شیون نکردن به قلب مریض و جسم بیجونش فشار بیاره و نتونه تحمل کنه. با هم همه ای که به پا شده بود متوجه اومدن جنازه شدم و قدمی به عقب برداشتم. همه به رسم ادب بیرون رفتن و فقط نزدیکاشون موندن. کیان دختم فقط نگاه میکرد. شروع به انجام اعمال کردن و جلوی چشم دختر مادرش رو داخل مزارش گذاشتن. خواهرها و مادر و زنانی که تو جمع بودن بی صدا و با سوز ناله میکردن و مادر شاهسنم خانوم بازم همون لالایی آذری رو میخوند و گریه میکرد. کیاندخت اما نگاه بر نداشت از قبر مادرش. مادرم به مادر بزرگی کیاندخت مادرم گفت کمی بلندتر بخونه تا شاید اونم گریه کنه. اونم سنگ تمام گذاشت، طوری که من و مادرم که متوجه نمیشدیم هم اشکامون سرازیر بود، اما کیاندخت نه. من دورتر ایستاده بودم، سر خاکی که معلوم بود تازه است و به سنگش که نگاه کردم خبر از آرامگاه مادر بهنام خان میداد. میخواستن خاک روی شاهسنم خانم بریزن که صدای داد و فریاد منو به خودم آورد. دخترک بیچاره بهنام خان امید و رویای من آروم به طرف قبر رفته بود و کنار مادرش جا گرفته بود. سنگایی که قرار بود روی اون بذارن کارشو راحت تر کرده بود. همه به طرفش رفتن، دست دراز کرده بودن که بیرون بیارنش، اما اون چشماشو بسته بود و به بغل خوابیده بود. دست و پاشو توی خودش جمع کرده بود و همه به شکل ترسناکی گریه میکردن. میدونستم نباید نزدیک بشم چون اونا خانواده معتمدی بودن و نامحرمی سر مزار و موقع دفن را نداده بودن. فقط صداش میکردم. بهنام خان با زانو روی زمین نشست و دستش رو دراز کرد، گفت بابا جان دخترم خوب نیست، مادرت حیرونه، دخترم بلند شو بیا بغل بابا تا منم کنار مادرت دفن نکردی. نمیدونم چرا حتی تو اون لحظه هم از رفتار بهنام خان با کیاندخت غرق لذت بودم و با تمام وجود میفهمیدم چرا کیاندخت تا این حد عاشق پدر و مادرشه. کیاندخت با صدایی که اینقدر آروم بود که سخت میشد چنید، گفت خان بابا، خانم جون تا حالا بدون شما جایی نرفته، بیاین من و شما هم همینجا کنارش بمونیم. باشه. همین حرف کافی بود تا بهنام خان مشتهاشو پر خاک کنه و به سرش بریزه و بگه راست میگی بابا، من بی غیرتم، من خاک بر سرم که مادر تنها سفر میره. و اشک ریخت. مادرم به طرف کیاندخت رفت و گفت دخترم، دختر زیبا، بیا بیرون، گناهه، به خدا مادرت عذاب میکشه، اینطوری نکن. مامان جان بیا پیش من، پاشو دخترم، این مرد به حد کافی عذاب میکشه، حالا فقط تو موندی، پاشو دخترکم. و به زبان کردی قربون صدقش رفت. بهنام خان دستشو دراز کرد و کیاندخت دستاشو گرفت و بلند شد و بیرون اومد. سفید شده بود، شایدم زرد، نمیدونم، اما خبری از اون گونه های سرخ و لبای خوشرنگش نبود. مادرم بغلش کرد و شروع به نوازش کرد. کیاندخت نمیدونم واقعا آروم بود یا نمیخواست دل مادرمو بشکنه، اما بی صدا تو آغوشش آروم گرفته بود. مادرم شعر محلی غمگینی رو با سوز و آروم براش میخوند و گریه میکرد، اما کیاندخت نه گریه میکرد، نه حرف میزد، نه چشم از قبر برمیداشت. هر خاکی که ریخته میشد کیاندخت من محکم پلک میزد. قلبم داشت میسوخت، اما کاری ازم بر نمی اومد که براش بکنم. دیگه همه چیز تموم شده بود و کم کم باید همه گروه گروه به داخل می اومدن که فاتحه بخونن. مادرم خواست کیاندخت رو بیرون ببره که یه لحظه منو دید و سرشو پایین انداخت و نگاهشو دیدم که مات سنگ قبر موقتی که اسم و فامیل مادر بزرگش روش بود شده، با زانو به زمین خورد. همه به سمتش رفتن و نگاهشو دنبال کردن و متوجه شدن که به کجا نگاه میکنه. عمش فوراً به طرفش اومد و گفت
عمه ببین مامانه تنها نیست، عزیز جون پدر جون کنارشن. کیان دخت به عمهش نگاه کرد و گفت عمه عزیز جون چی شده؟ عمهش که خانم معجبی بود چادرش رو به صورت کشید و گفت عمه منم بی مادر شدم. ببین کیان دخت با زانوهاش بدون اینکه بتونه بلند شه به طرف قبر خودش رو به زور کشید و این بار روی قبر خوابید و باز هم بدون گریه شروع کرد خاک رو با دستاش تکون دادن و گفت پس همه با هم رفتید، فقط منو اینجا گذاشتی داره؟ باشه منم زود میام پیشتون. بند دلم پاره شد بدون اینکه به هیچ چیزی فکر کنم. حتی بهنام خان که خیره به این صحنه بود و شونه‌هاش تکون می‌خورد به طرفش رفتم و بلند گفتم بلند شو لطفاً امیدم نکن. مادرم نگاه بدی کرد و به بهنام خان اشاره کرد، اما دیگه برام مهم نبود. این دختر از تخت بیمارستان اومده بود و همش داشت درد می‌کشید، مگه آهنه که هیچیش نشه؟ من دیگه طاقت این که اونم از مرگ حرف بزنه نداشتم. نمیدونم چی تو لحنم بود و چطور گفته بودم که کیاندخ بدون این که نگاهم کنه آروم و بی صدا از جا بلند شد و بیرون رفت. اون روز و شب نحس و زجرآور گذشت. بماند که کیاندخ چه عذابی کشید، اما خب زندگیه همینه دیگه، یکی میاد و یکی میره. الان که فکر میکنم ای کاش توی همون روز میموندم و هرگز اون روزا تموم نمیشد. ای کاش منم اونجا مرده بودم. اصلا کاش همونجا مونده بودم توی همون مقبره. فصل 20. خونه بزرگ و ساکت بهنام خان از قبل هم سوت و کورتر شده بود. مراسم ها به بهترین شکل ممکن برگزار شده بود. یادبودهای خاص که تازه همه فهمیده بودن شاه صنم خانم کلی خیریه رو ساپورت میکرده. شیرخوارگاه و خانه های کودکان بی سرپرست که شاه صنم خانم بدون اینکه حتی کیان دخت بدونه در دست داشت و دوست داشت و خانواده که تو هتل های تهران برگزار میشد. غم و اندوه تموم نشده بود، اما همه ناچار به زندگی برگشته بودن. طبقه بالای عمارت شاهانه بهنام خان یک دانه وارث و امید اون خونه هنوز هم به خودش نیومده بود و تمام این مدت گریه نکرده بود. کسی رو نمیدید. حتی با بهنام خان هم درست حسابی حرف نمیزد. دختری که بیچاره توی یک روز دوتا از عزیزاشو از دست داده بود و دیگه کسی رو نمیخواست. همه به دیدنش میرفتن. گل و هدیه های بیمعنی و بیموقع بابک، هدیه و نامه های عاشقانه دیار، غم و اندوه و خونه نشینی بهنام خان هیچ چیز اونو به وجد نمی آورد و از عزایی که توش رفته بود در نمی آورد. به زور و زحمت کمی غذا می خورد که فقط بقیه رو از سرش باز کنه. تو پیله تنیده بود که خودشم نمی دونست که داره با این کارش چه می کنه با سرنوشت و زندگی و آیندش. بهنام خان تمام وجودش و غم از دست دادن عشقش گرفته بود، اما به امید دخترکش سرپا بود. زندگی رویایی و شیرینی که یه شب ویرانه ای شده بود، باور نکردنی و دردناک، حتی گاهی ترسناک. هر شب و روز به اتاق کیاندخ میرفت و ازش میخواست با هم غذا بخورن، اما کیاندخ با یه کلمه رد میکرد و بهنام خان دستور میداد غذا رو به اتاق کیاندخ ببرن تا با هم بخورن. تا غذا میومد کیاندخ بهونه میآورد. بهنام خان اما صبور و مهربون ناز میکشید. با دستای خودش غذا به دهان دخترکش میبرد، اما کیاندخ دو لقمه با زور آب پایین میداد. بهنام خان تا وقتی دخترکش به خوابه کنار اون میموند و نوازشش میکرد و وقتی به خواب میرفت به اتاق تنهاییاش پناه میبرد و با عکسای شاه صنم شب و با درد و اشک سحر میکرد. گاهی مونا و شهروز رو خبر میکرد و گاهی از همه اونا میخواست تا اونجا دور هم باشن، اما کیاندخ انگار نه انگار. بابک هر روز سر میزد و با اومدنش خان به حیات و گلخونه سری میزد، اما بی اون که کیاندخت حتی لحظه‌ای ببینه ناامید میرفت. دیار که با حیا و عاشق و دلسوخته از حال بد نگارش بود به خونه بهنام خان سر میزد و ازش میخواست اجازه بده که کیاندخت رو ببینه، غیر مستقیم، طوری که بهنام خان ناراحت نشه به خونهشون میرفت. یه روز به بهونه کتاب، یه روز فیلم، هر چی که شده. بهنام خان دیگه راه به جایی نداشت، فقط میخواست دخترش رو داشته باشه، از دستش نده. اما افسوس که حتی اومدن دیار هم اونو خوشحال نمیکرد و براش فرقی نداشت. تنها روز خوش کیاندخ پنجشنبه ها بود.
لباس‌های مشکی که هنوز در نیاورده بود و شیک می‌پوشید، عطر می‌زد و مرتب و زیبا با زیباترین دسته گل‌ها با پدرش به طرف آرامگاه مادر می‌رفت. اون تمام حرف‌های نگفته طول هفته رو به گوش مادر می‌گفت، طوری که ساعت‌ها رو اونجا آروم می‌نشست و انگار نه انگار. حالا دیگه بهنام خان فهمیده بود که اونجا آرامش دخترش برقراره. اونجا که میرفتن کمی کیان دختو تنها میذاشت و به فرهزاد که خیلی نزدیک بود میرفت و غذاهای رنگارنگ میگرفت. کیان دخت کنار مادرش حتی غذا هم میخورد، اونقدر که تا مدتها بهنام خان برای هر روز هفته ها ناهار و شام اونجا میبرد. کیان دخت حق داشت، پدر جونش، عزیز جونش، مادرش، عموش، همه عزیزاش اونجا بودن و آروم میگرفت. گاهی بعد نهار کنار قبر مادرش به خواب میرفت و گاهی بین پدر بزرگ و مادر بزرگش. دو ماهی گذشته بود که اندوخ بهتر نشده بود. دیار التماس میکرد و عشق میریخت. اون روز بهنام خان مجبور شده بود برای کاری بیرون بره و دیار با التماس و خواهش طایره رو راضی کرده بود که کیاندخت رو ببینه. در اتاق باز کرد و دلبرکش رو در حالی که لاغر شده بود و تو صورتش جز غم چیزی دیده نمیشد، چشمای زیبا و خواستنی که شبیهش رو هرگز ندیده بود با تمام غمی که توش موج میزد، لبهای بیروح و موهای بلند و پریشان و زیبایی که با دیدنشون آرزو میکرد کاش میشد خودش رو با تناب گیسوان دلبر دار بزنه و تموم بشه این کابوس. دستایی که عکس شاه صنم رو در آغوش داشت و زانوهای بغل گرفته و لباس زیبایی که کنار خودش به شکل زیبایی پهن کرده بود و خبر از عطر تن مادر میداد یافت. بغض کرده بود، باورش نمیشد این همون دختره. دو ماه پیش انگار نه انگار که اینو دیده بود. اشکاش راه صورتش رو به تندی طی کردن. دیارم لاغر شده بود اما کیاندخ وضعی داشت که باور کردنی نبود. دیار به طرفش رفت و پایین تخت زانو زد. طره موهایی که روی صورت کیاندخ ریخته شده بود کنار زد و گفت این بود عشقی که میگفتی؟ میدونی داری با همه چی کار میکنی؟ میدونی حتی مادرت رو عذاب میدی؟ بهنام خان چه گناهی کرده؟ کیاندخ اون جز تو کیو داره؟ مادر عزیز و جوونت رفته، از دستش دادی، قبول، اما عزاداری کن، گریه کن، کمر به قتل زنده بستی که به کجا برسی؟ چقدر مغروری؟ من تو رو یه دختر قوی و مهربون میدونم، به خودت بیا، داری با بقیه چی کار میکنی؟ منو نمیخوای؟ باشه من میرم، اما دلت برای پدرت نمیسوزه؟ به جان خودت بگی نمیخوامت، رفتم، اما کیاندخت داری بد میکنی؟ اصلا به پدرت نگاه کردی این روزا؟ به چشماش و کمر خمش توجه کردی؟ اصلا به خودت فکر کردی اون مرد عاشق 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 چی به روزش اومده؟ کیو از دست داده؟ تجارت به اون بزرگی و به خاطر تو ول کرده و بس نشسته تو خونه باهاش حرف زدی؟ اصلا میدونی با گریه نکردن روح مادر بیچارت رو هم سرگردون کردی، طوری که تو خواب مادرم اومده و گفته کیاندخت تنابه دار انداخته دور گردنم؟ این جمله کافی بود تا کیاندخت چشمای زیبا و سنگین از مژه‌های بلند و پرپشتش رو به دیار بدوزه و بگه مادرم گفت؟ مادرم گفت کیاندخت؟ دیار فوری گفت این همه حرف زدم باز چیزی رو شنیدی که خودتو عذاب بدیاره؟ آفرین کیاندخت، آفرین بهت. خب خوبه، خیلی خوبه، خوب جواب محبتهای همه ی آدم ها رو داری میدی. کیاندخت به توجه به تنهای عاشقانه دیار بار دیگه گفت مادرم چی گفته؟ دیار کلافه نگاهی به دلبر شیرین و لجبازش انداخت و دلش ضعف رفت واسه تمام اجزای صورتش، اما باید این ماجرا تمام شد. گفت آره آره به جان چشمات گفته، گفته چرا کیاندخت نمیخنده، به جانت قسم گفته بهنام ناراحته، گفته کیاندخت تناب انداخته دور گردنم، داره خفم میکنه. کیاندخت که انگار دیوونه شده باشه بلند شد، عکس مادرش رو روی تخت گذاشت و یهو پدرش رو دید با صورت خیس و چهره داغون. دیار با نگاه کیاندخت متوجه بهنام خان شد و فوری ایستاد. بهنام خان که فهمیده بود دیار بالا رفته با هزار فکر به طرف اتاق هجوم برده بود، اما با شنیدن حرفا و دلسوزی بی توقع دیار ایستاده بود تا عکس العمل دخترش رو ببینه. کیاندخت بدون توجه به پدرش فریاد زد برو بیرون، برو بیرون، دیگه حق نداری سراغ من بیار. دیار با بهت به کیاندخ نگاه میکرد، چی فکر میکرد، چی شد؟ بهنام خان به طرف کیاندخ رفت و گفت آروم باش بابا، آروم باش.
که اندخت اما دیگه نمیتونست آروم باشه. فریاد میزد، فریادی که تا به حال هرگز کسی از اون نشنیده بود. نعره کشید، شاید حتی گفت بهت میگم برو بیرون. پدرش به طرفش رفت، گفت کیاندخت. هنوز ادامه حرفش رو نزده بود که حرکت بعدی کیاندخت مهر باطل به زندگی خودش و دیار و بهنام خان زد.